نهاد زیر نام اجماع زنان افغانستان از 8 مارچ روز جهانی زن در کابل تجلیل نمود. آنان بیکاری، فقر و خشونت علیه زنان را از چالش ها صد را این قشر دانسته از وضعیت بد آنان در کشور ابراز نگرانی می کنند. قشر زن تافته جدا بافته از جامعه افغانی نیست. تا زمانی که وضعیت افغانستان به صورت کلی بهتر نشود، هرگز وضعیت من و تو به عنوان زن تغییر نخواهد کرد. در 13 سال گذشته حکومت به نسبت ضعیفی که داشته از زنها درست حمایت نکرده. فعلا هم وضع زنها درست به سطح زندگیشان خوب نیست. در این حال آنان میگویند جامعه جهانی ظرف 14 سال گذشته از زنان استفاده سیاسی کرده است. زمانی که ما جامعه جهانی را حمایت کردیم، به این خاطر حمایت نکردیم که شما اینجا بیاین پروگرامای استخباراتی تان به افغانستان پیش ببرین و شما بگیرین هر روز بچه‌های ما را به کشتن بدین. حق ما زنای افغانستان همیست که شما میرای ما این رقم بازی کنین. از سوی هم اشتراک کننده ها و علمای دینی تجلیل از روز مارچ روز جهانی زن را ترویج فرهنگ غرب در افغانستان میخوانند. نهادهایی که امروز به نام حقوق زن، اعاده حقوق زن به نام 8 مارچ و به نام حقوق بشر در راستای خدمت میکنند که خلاف ارزش های دین و بومی اسلام است و همیشه اینا میخواهند که به نفع اجانب، به نفع غربی ها کار کنند. پروژه هایی هستند که اینا هرگز مفید به جامعه اسلامی و به جامعه افغانی نبوده و دولت مجبور و مکلف است که جلوی این چنین حرکات بگیرند. پروژه ای هم فهمیده کمک، هیچ اصلا کمک نمیکنند به خانما، منافعش به جیب خودش است و از خارجی ها میگیرند به جیب خود، هیچ به خانما اصلا کمک توجه ندارند و از ما دولت میخواهیم که باید توجه جدی در این باره صورت بگیره. این جوهایی که وابسته هستند بر دونرها، من میخوام بگم که هیچ برنامه به اصطلاح بنیادی و اساسی برای توسعه فرهنگی و این چیزا در اینا وجود نداره. برنامه ها همه برنامه های پروژه ایست، دادخواهیشان پروژه ایست، آموزش های مدنیشان پروژه ایست. این روز در حال تجلیل می شود که بسیاری از این نهادها با ترویج فرهنگ غربی و استفاده ابزاری استخبارات کشورهای منطقه و جهان متهم هستند.